یه مقاله دیگری در دست دارم که یک روزنامه نگار دیگه نوشته که عنوان آن اینه که نویسنده، منظور نویسنده کتاب توایلایت، یک عصر پرنور را پیش بینی میکنه. در متن مقاله نوشته شده ما در یک دوره بین ظلمت و نور هستیم که از ظلمت میگذریم و وارد هزاره جدید پرنور میشیم. فعلا که دنیا تاریکه، چگونه میتونیم امیدوار باشیم که در پس این ظلمت نوری دنیا را روشن خواهد کرد؟ تاریکی که الان میبینیم ما این کار نمیکنیم، برای اینکه این تاریکی زاییده دو چیز هست: یکی ساختار نظامات کنونی است و دوم انحطاط معنوی دنیا هست. ولی بسیاری از نویسندگان، متفکرین این تاریکی را میبینن و تصویر روشنی به دست میدن، ولی در پس اون نور را نمیبینن، در صورتی که فقط جنبه تخریبی را میبینن، در صورتی که در همتراز با جنبه تخریبی یک جریان سازندگی هم وجود داره. یعنی در این حالی که شما از یک طرف رها شدن نیروهای تاریک را میبینید، از یک طرف دیگه درخشش آرمانهای جدید، افکار جدید در جهت دنیای نو، در جهت صلح جهانی، وحدت جهانی هم وجود داره. اینه که این جریان سازندگی بالاخره بالمعال اون قوت خودشو پیدا میکنه و جای نظام، یک نظام جدید جای نظامات گذشته را خواهد گرفت بالمعال، و بشر وارد یک مرحله هزاره صلح جهانی خواهد شد که مرحله بلوغ عالم انسانی هست. یعنی این دوتا جریان با هم هست. مقاله از یک روزنامه دیگر در معرفی توایلایت سپیده دم مطلبی نوشته که ترجمه آن اینه: سپیده دم، همان توایلایت، یک نوبل داستانی است که دو شخصیت اصلی آن، سیروس و گلوریا، تلاش میکنن زنجیرهایی که آنان را در بند کرده پاره کنند و از تاریکی عبور نمایند و در یک هزاره پرنور وارد بشن. مثل این که عبور از تاریکی و ورود به روشنایی آسون نیست، زیرا در این مقاله از قول شما که نویسنده کتاب هستید نوشته شده که گفتید در نوشتن برخی از فصول این کتاب واقعا اشک ریختم. البته بی سابقه نیست که یه نویسنده، مخصوصا نویسنده آثار ادبی، در حین نوشتن یک اثر ممکنه اشک بریزه. من یه موقع تلویزیون برنامه داشتن درباره به هنر نویسندگی و نشون میداد که یکی از نویسنده‌ای که پشت میز تحریر نشسته بود و مشغول بست تایپ بود و در این حال اشک می‌ریخت. و علتش این هست که اثرای ادبی به با احساس و عواطف انسان ارتباط داره و این کاملا، و کسی که می نویسه اون احساس، اون عواطف را حس می کنه و چون حس می کنه و احتمال این هست که در همون لحظه هم منقلب بشه و اشک از چشماش جاری بشه. در نوشتن این اثر، نه همه کتاب ولی برخی از قسمت های این کتاب، حقیقتا من اشک ریختم. یعنی هر کلمه ای که بر روی کاغذ رقم میخور، یه قطره اشک من بود روی کاغذ میریخت. البته نه تمام این کتاب، البته قسمت های دیگر هم بود که با خنده تو هم بود که داشتم تایپ میکردن، یه مرتبه صدای قهقهه من بلند میشد و خانم میومد که خانم من که چی شده، گفتم بیا نگاه کن اینا چی میگن به هم دارن. یعنی شما اون جو را، اون چیز را احساس میکنید، یعنی در اون جو زندگی میکنید وقتی دارید اون اثر ادبی را به اصطلاح مینویسید. به طور کلی یک نویسنده با انسان های ارتباط روحی احساس میکنه و هرچه انسان روحانی تر بشه و احساسش لطیف تر بشه، با سایر انسان ها ارتباط معنوی را بیشتر احساس میکنه. یه مقاله دیگری هست که عنوانش اینه: نویسنده نگرشی به دنیای آینده دارن. و بعد در متن مقاله اومده که خوانندگان گوشه ای از برخی تغییراتی که در آینده رو خواهد داد خواهند دید. در ضمن خوندن این نوبل من به یه مطلبی برخوردم، یعنی گفتگوی بین سیروس و پاشا که گویی حوادث اخیر دنیا را پیش بینی میکنن. در این قسمت سیروس با یکی از شخصیت های نوبل به نام پاشا پهلوی هم در هواپیما نشستن. ترجمهش براتون میخونم:
ناگهان سیروس رو به پاشا کرد و نجوا کنان گفت: پاشا، دنیا آبستن است. پاشا که در افکار خود غرق بود درست نشنیده گفت: چی؟ کی آبستن است؟ دنیا، دنیا آبستن است. دنیا؟ متوجه شدم. پس دنیا آبستن از چیست؟ حوادث مهیب، یک برخورد شدید. البته ممکنه چون هر نوشته‌ای ابعاد مختلف داره، میتونه از یک جهت مطابقت، یعنی تطبیقش داد به حوادث اخیر در دنیا، ولی از یک نظر دیگه وقتی جملات بعدی را میخونی خیلی وسعتش بیشتر از این حادثه هست. یعنی به طور کلی این برخورد بین پرچمداران عصر جدید و طرفداران افکار عتیقه هست که این صورت خواهد گرفت و در مقابل هم خواهند بود. شما اشاره فرمودید که بشر با درد و رنج داره نظامات کهنه و فرسوده رو پشت سر میگذاره و بالمعال وارد عصر جدیدی خواهد شد، ولی اکثر مردم چنین جریانی رو نمیبینن. فقط قرن بیستم رو پر از تلاطمات، انقلابات و تراژدی ها میبینن و دلشون میخواد خاطر این مصیبت ها رو به کلی فراموش کنند و شرایطی به وجود بیاد و بخت مساعدت کنه که آنچه آرزوی قلبی اوناست تحقق پیدا بکنه. اگر انسان با تخیل زندگی بکنه، یعنی فکر کنه که خب خود به خود بخت مدد کنه و دنیا وضعش خوب بشه و مطابق میل او باشه، این یه تخیل واهیه. یعنی در واقع انسان‌ها باید در ایجاد اون جو باید یک سهمی داشته باشن و حرکت کنن، و در این حال فقط اینکه ما ببینیم این تراژدی یا اتفاق افتاد ازش ناراحتیم، باید ببینیم چرا دو جنگ جهانی مهیب اتفاق افتاد. جنگ جهانی اول وقتی واقع شد، واقعا صدماتی که بشر دید و به خصوص قاره اروپا بیشترین صدمات را در این جنگ دید، مردم فکر کردن که جنگ ننگه دیگه، ممکن نیست که بشر دست به چنین جنایتی بزنه، یک کاری انجام بده که میلیون ها نفوس کشته بشن، شهرها خراب بشه و اثرات تخریبی اون در روانها ظاهر بشه، در زندگی انسانها ظاهر بشه و سالها اثرات شومش در دنیا باقی مونه. ولی دیدیم که جنگ جهانی دوم شدیدتر از اون واقع شد و هنوز افق دنیا تیره هست، یعنی هنوز احتمال یک حوادثی در دنیا هست. مردم باید فکر کنن چرا این اتفاقات میفته، عواملش چیه و چه کار میشه کرد که این تغییرات صورت بپذیره. برای اینکه در دنیای امروز از یک طرف ما میبینیم که در یک فرهنگ تجاری زندگی میکنیم، چون و انحطاط معنوی وجوده، هم انحطاط معنوی از یک طرف، فرهنگ تجاری از یک طرف دیگه، احتمال هر چیزی هست. میگفتن که چرا از گاو میترسید؟ گفت هم زورش زیاده و هم عقلش کمه، یعنی نه معنویت وجود داره و از اون ورم که همه میخوان بیشتر در اختیار داشته باشن، این همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. اینه که باید یک اقدام اساسی و طرز فکر ما باید عوض بشه، خواستار یک دنیای نو باشیم که آسایش و آرامش رو برای همه تامین بکنه. پس حوادث دنیا نمیتونه بدون هیچ مقدمه باشه، درسته؟ بله، همینجوری که گفتید، یعنی واقعا هر چیزی که در دنیا اتفاق میفته عواملی داره و در این حال نتایجی داره. یعنی اولا باید ببینیم که چرا این قرن بیستم که قرن پیشرفت دانش بوده، عصر روشنفکری بوده، عصر اختراعات بوده و شکوفایی تکنولوژی بوده و خیلی امید برای زندگی بهتر بوده، چرا دیکتاتوری‌های وحشتناک پیدا شدن در قرن بیستم؟ دیکتاتوری‌هایی پیدا شدن که در تاریخ کمتر نظیرش رو دیدیم. در قرن بیستم جنایت‌هایی صورت گرفته، در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که در تاریخ نظیر نداره و باید اینها مورد بررسی قرار بگیره، نه اینکه ما همش بنشینیم نگاه بکنیم یا به فلک قدار نفرین بفرستیم. باید ببینیم چه عواملی باعث شده و ما در این تغییر چه نقشی میتونیم داشته باشیم که دنیای به اصطلاح بهتری داشته باشیم. وقتی که جنگ جهانی اول واقع شد و اثرات شومش ظاهر شد، باز دو مرتبه این جنگ تکرار شد و هنوز هم باز آشفتگی‌های زیادتری انتظارش میره، برای اینکه مردم
اقدام نکردن که ببینن چه عواملی باعث شده که عوامل رو بردارن و این چیزها اتفاق نیفته. خیلی متشکرم. انشالله در برنامه آینده عوامل بنیانی رنج و مصیبت دنیا رو با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. متشکرم.